سلام دوستان، یه آموزش دیگه، یه ویدیوی دیگه، یه کیک سریع و آسون و خوشمزه. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. میدونم مورد توجهتون قرار میگیره، چون هم ساده است، هم سریع آماده میشه و هم قابلیت ماندگاری طولانی مدتی داره. اصطلاحاً از دست کیک های کویک میکسه که با مخلوط سریع و آسون آماده میشه و طی مدت زمان کوتاهی هم میخوره، داخل قالب میره و برای پخت آماده میشه. زمان پخت خیلی طولانی نداره، ولی خب اون چیزی که وقت شما رو میگیره فقط زمان پختشه. پس بریم که ویدیو رو ببینیم و این کیک خوشمزه رو آماده بکنیم. ویدیو رو تا انتها ببینید، سابسکرایب رو فراموش نکنید. امیدوارم با این کیک لحظات شیرینی برای شما مهیا کرده باشم. و اما مواد اولیه این کیک بسیار لذیذ و خوشمزه و در عین حال ساده. ما برای تهیه این کیکمون آرد احتیاج داریم به میزان 270 گرم، 1 1/2 قاشق چایخوری بیکینگ پودر که مخلوط میکنم با آرد، 185 گرم کره که خورد میکنیم و به دمای محیط میرسونیم، 185 گرم پنیر خامه‌ای که باز هم به دمای محیط میرسه، از 220 گرم شکر استفاده میکنیم و 4 تا تخم مرغ و همچنین پوست لیموی رنده شده حدود 2 قاشق چای خوری. فر رو با دمای 160 درجه سانتیگراد گرم میکنیم که اگر از فر برقی استفاده میکنیم و از سیستم فن میتونید 20 درجه دما رو کاهش بدید. قالبی که احتیاج داریم برای این کیکمون یه قالب میان تویی هست به قطر حدوداً 21 تا 23 سانتی متر. قالب رو چرب میکنیم. مطابق معمول من از اسپری آلبیک برای چرب کردن قالب استفاده میکنم، تکونش میدم و داخل قالب رو کاملاً با اسپری پوشش میدم. قالب رو آماده کنار میذارم تا مواد رو ترکیب بکنیم. و اما نحوه ترکیب این کیکمون خیلی راحت، خیلی ساده. همه مواد با هم مخلوط میشه، هیچ نیازی به ترتیب خاصی نداره. اینکه اول مواد رو هم بزنیم، هوارسانی بکنیم و بعد بقیه ترکیبات رو اضافه بکنیم، نه. همه مواد رو داخل ظرف همزن میریزم، مثل آرد، شکر، کره، پنیر خامه ای، تخم مرغ ها. همه مواد رو با هم مخلوط کردم. میخوام ببندم به دستگاه و دستگاه رو روشن کنم. این کیکمون از دست کیک های کویک میکسه. کویک میکس یعنی سریع با هم مخلوط میشه و ترکیب یک دستی به ما میده و آماده میشه برای قالب گیری و بعد از اون پخت. بسیار کیک ساده ایه ولی بسیار خوشمزه. یک بارم که شده حتما امتحانش کنین، از طعم بی نظیرش واقعا لذت میبرید. من همزن رو روشن میکنم. در ابتدای کار تا مواد با هم مخلوط میشه دور همزن کنده، ولی بعد از اینکه مخلوط شد دور همزن رو به متوسط میرسونم، همه مواد یک دست میشه و کاملا تغییر رنگ میده، یعنی شفاف میشه. پس ادامه بدیم تا به اون مرحله برسیم. مواد کاملا مخلوط شده، من دور همزن رو به متوسط افزایش میدم و ادامه میدم تا مواد کاملا یک دست و شفاف بشه. باز هم مطابق معمول یکی دو بار در حین هم خوردن دور ظرف رو تمیز میکنم و مجددا به هم زدن ادامه میدم. مواد کیکمون کاملا آماده است. همونطور که ملاحظه می‌فرمایید کاملا شفاف و یک دست شده. کافیه که از همزن جدا کنیم و داخل قالب منتقل کنیم. مایه کیک رو ملاحظه بفرمایید، کاملا شفاف و یک دسته. می‌ریزیمش داخل قالب. سطح روی مواد رو صاف میکنیم،
به قالب ضربه میزنیم و میذاریمش داخل فر. 45 دقیقه زمان میدیم، کیک رو چک میکنیم، با سر انگشتامون ضربه های ریزی روی سطح کیک میزنیم. اگر پخته بود که کاملا سفت و فرم گرفته است، ولی اگر شل بود مجدداً یک رو به دیگه زمان میدیم. کیک رو من از فر خارج کردم، با سر انگشتم سطحش رو لمس میکنم اگر کاملا فرم گرفته بود که پخته، ولی اگر احساس کردم که نرمه مجددا زمان میدم تا کاملا فرم بگیره و پخته بشه. 10 دقیقه داخل قالب میمونه و بعد از 10 دقیقه از قالب جداش میکنم.